حمله فیزیکی به استاندار جدید آذربایجان شرقی در مراسم معارفه، اتفاقی کم سابقه در نشست‌های این چنینی، به ویژه وقتی وزیر کشور و امام جمعه تبریز حضور دارند. این هم تریبونی که صحنه دلجویی شده به امید اینکه از تنش کاسته شود و البته سر دادن شعار حمایت از استاندار که ولایی خوانده می شود. استاندار ولایی حمایتت می کنی. ضارب بازداشت شده و می گویند سرهنگ سپاه پاسداران است. زین العابدین رضوی خرم که از سپاه آمده می گوید او را نمی شناسد. البته من ایشان را نمی شناسم. این هم بخشی از گفتگویش با رادیوی ایران. حالا ایشان اعلام کرده بعد از دستگیریش گفته که من خانمم را بردم در یکی از مراکز به اصطلاح واکسن، اونجا یه آقا به خانم من واکسن داده. به این علت من ناراحت شده اومدم این کار انجام دادم. این که میگن هم رزم شما بوده چطور؟ نه، این که هم رزم ما ظاهرا تو مجموعه خدمت میکنه، ولی من دقیقشان رو نمیشناسم، چون بالاخره ما توی مجموعه گسترده داریم خدمت میکنیم. حالا یه اتفاقی که افتاده، من اینه به صورتم و این که شناختی داشته باشم، نه متاسفانه نمیشناختم. زین العابدین رضوی خرم که مشهور به سردار خرم است، یکی از فرماندهان سپاه در سوریه بوده، مدتی هم در اسارت. آقای احمدی‌نژاد دست کم بنابر این روایت او با پرداخت پول و پادرمیانی امیر قطر آزاد می شود. سپاه عاشورا، سپاه سید و شهدای لشکر شهدای آذربایجان غربی، اینا بچه‌هاشون اسیر شده بودن، همون راننده اتوبوسه اینا رو برده بود تحویل داده بود، اسیر شده بودن. رئیس جمهور توی جلسه شورای عالی امنیت ملی وقتی مطرح میشه که داعش که همچین رقم رو مطالبه کرده، تو همون جلسه کسایی میگن که خب این خوب رقم درشتیه، بالاخره انشالله اجرش شهید خواهند بود و اجرشون با ابا عبدالله خواهد بود. و رئیس جمهور میفرمایند که آقا چه حرفی میزنید، اینا خانواده دارن، زن و بچه دارن، یعنی چی؟ همونجا تلفن رو برمیدارن با امیر قطر صحبت میکنن. برادرم امیر قطر، شما از جانب من این پولی که اینا درخواست کردن رو متعهد بشوید. او سال 1396 با درجه سرتیپ دومی به فرماندهی سپاه عاشورا منصوب شد، تنها یکی از استانداران پاسدار در دولت ابراهیم رئیسی. اگرچه هنوز تکلیف تمامی 31 استانداری در دولت 13 روشن نیست، اما انتصاب استانداران با پیشینه نظامی در دولت ابراهیم رئیسی یک بار دیگر کلید خورده. تا اینجا 6 استاندار پیشینه عضویت در سپاه دارند. در رأس استانداری ها هم البته وزارت کشور در دست احمد وحیدی است، چهره شناخته شده ای که زمانی فرمانده نیروی قدس سپاه بود و امروز هم علاوه بر وزارت کشور جانشین فرماندهی کل نیروهای مسلح در امور نیروی انتظامی است. در تصویری بزرگتر 6 وزارتخانه در اختیار کسانی است با سابقه حضور در سپاه. رئیس دولت پیروز در انتخابات کم رونق امسال 2 معاون و 1 نماینده ویژه اش هم سوابق نظامی دارند. نماینده ویژه در امور افغانستان، معاون امور مجلس و معاون اقتصادی. به چنین ترکیبی باید انتصاب سعید محمد، فرمانده پیشین سابق قرارگاه خاتم الانبیا، به دبیری شورای عالی مناطق آزاد یا انتصاب مسعود میرکاظمی به ریاست سازمان برنامه و بودجه و انتصاب محسن کاظمینی، فرمانده پیشین سپاه تهران، به عنوان قائم مقام وزیر در قرارگاه امنیت قضایی را هم افزود. دولت 13 در کنار مجلس و قوه قضاییه حالا حکومتی یک دست را با وعده های بسیار رقم زدند، گرچه چالش های پیش رو جدی تر از وعده هایی است که شنیده می شود. علی خردپیر، BBC.